رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی گذرانده باشند و هفته خوش دیگه در پیش داشته باشند. البته در هفته که گذشت در اینجا در لس آنجلس در اصل بارندگی ها زیاد بود در دو هفته گذشته و تقریبا خیلی چیزها رو به هم ریخته، ولی خب تا اونجایی که به ایران مربوطه، اینجور که گزارش میشه مذاکرات فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی دوباره شروع شده در اروپا، در وین، ولی تنها چیزی که گزارش میشه که جمهوری اسلامی میخواد که تحریم‌ها برداشته بشه و بتونه نفتش رو به راحتی بفروشه. همینطور البته امروز گزارش شد که موشک سیمرغ تصور میکنم گزارش میشه، من در اینجا یه بار دیگه نگاه کنم، بله موشک سیمرغ رو به فضا پرتاب کرده و موفقیت‌آمیز بوده. در اصل خب به آنچه آشکاره منابع مالی خیلی خوبی داره ایران و این رژیم جمهوری ازش استفاده میکنه و ارادهش هم داره و قصدش هم داره که دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و حتی موشک‌هایی که میتونن پرتابش بکنن و خب نشون میده که تا حال موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای از این نظر داشته از نظر نظامی. ولی از طرف دیگه اتفاقی که در عراق افتاد که خیلی مهم بود که در عراق در انتخابات اخیری که شد عوامل جمهوری اسلامی در اونجا اصولا رأی کم آوردن و انقدر رأیشون اندکه که شاید اصلا در دولت هم وارد نشن، نتونن بشن. البته بستگی داره به دولت که میخواد تشکیل بشه، تا معمولا یک استخونی هم باید طرف جمهوری اسلامی بندازه تا تعودی رازیش نگرده. و البته تظاهرات زیادی کرده جمهوری اسلامی که این رأی‌گیری درست نبوده، تقلب شده توش، ولی خب دادگاه عالی که در عراق وجود داشته انتخابات رو تایید کرده و رأی‌گیری رو و به این ترتیب رژیمی که سرکار خواهد اومد، دولت که سرکار خواهد اومد در عراق کمتر زیر نفوذ جمهوری اسلامی و بیشتر مستقل تره و البته این رئیس جمهوری که نخست وزیر در حال حاضر وجود داره و انتخابات جلو انداختش به خاطر این تظاهرات وسیعی که در عراق میشد به خاطر فساد و نبودن شغل و کمبودهای متفاوتی که مردم داشتن مثل برق، آب و گاز که برف از گازش بیشتر از ایران وارد میکنه، انتخابات جلوتر انداختن و به این ترتیب در انتخابات مسلم شد که مردم عراق از نفوذ رژیم جمهوری اسلامی راضی نیستن و به خاطر همین هم به عواملش کمتر رأی دادن و کمی نسبت به مجلس پیشین ازش نماینده در مجلس عراق داره. نکته دیگه هم این داره که خیلی مهمه در حالی که نیروهای امریکایی از حالت جنگی رفتن به حالت آموزشی و البته خیلی تلاش میکنه به ویژه جمهوری اسلامی و عواملش که نیروهای امریکایی را از عراق خارج بکنه، ولی خب از طرف دیگه دولت عراق میدونه که اگه نیروهای امریکایی برن بیرون و این کمکی نداشته باشه، آیسیس یا داعش به احتمال زیاد برمیگرده. در حال حاضر هم هستش، خرابکاری هایی هم انجام میده، ولی خب نمیتونه زیاد فعالیت بکنه به خاطر وجود نیروهای امریکایی در سوریه، در غرب عراق و همینطور در خود عراق. خب بمبارانی که میکنه خیلی موثره. از طرف دیگه خب در این مورد زیاد صحبت میشه که بین اسرائیل و
جمهوری اسلامی رجزخونی هستش از نظر جنگی، با این تفاوت که خب جمهوری اسلامی عواملش در اونجا هستن، کمک میکنه به حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه که برای اسرائیل مشکل ایجاد بکنن، و البته اسرائیل هم معمولا حمله میکنه به موازی که جمهوری اسلامی در سوریه داره و اخیرا هم به یکی از بنادر مهم سوریه یه موشکی زده که به صدمه زیادی به مدر زده. و البته این جنگی که اعلام نشده است و هم در دریا هم در خشکی کمابیش این برانور اتفاق میفته، بین ما خبراش میشنفیم. و اینکه خب در این مذاکرات که هستش اسرائیل اعلام کرده نخست وزیر جدیدش که ما میپذیریم به قراردادی که بسته بشه بین 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی، ولی حق خودمون هم محفوظ نگه میداریم، چون صحبت زیاده در این مورد که اسرائیل ممکنه حمله نظامی بکنه به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و صحبتش هست و جمهوری اسلامی هم مانوری داره در خلیج فارس نشون بده از نظر موشکایی که داره میتونه سنه به اسرائیل بزنه، بر اساس این حالت جنگی که وجود داره. و البته خب باعث اصلی جمهوری اسلامی که علاقمندی که به اسرائیل محو کنه از روی زمین. در سر این موضوع هم منابع قابل ملاحظه، منابع مالی و ایران رو صرف کرده به خاطر تأسیسات نظامی که احتیاج داره. براتون میدونیم که از نظر اقتصادی مردم ایران فوق العاده زیر فشار هستن و برای دولت اسلامی، جمهوری اسلامی اهمیت این مسائل نمیده و خب اون افکار خرسه مذهبی خودش رو داره توش و به دنبال ایجاد امپراتوری شیعه در خلیج در خاورمیانه است و خب تا حدودی هم موفق شده، ولی اینکه واقعا حتی کاملا موفق شده گاهی جای تردید وجود داره، ولی خب در هر صورت در حال حاضر در تمام منابع اقتصادی ایران و انسانی ایران رو صرف این آرزوی خودش میکنه و تا به حالم کرده و ما میدونیم که از این نظر صدمات زیادی ایران دیگه برفر جنگ ایران و عراق رو خمینی شخصا برپا کرد، این چه تلفات عظیمی از نیروی انسانی و از اقتصادی ایران تحمل کرد برش باعث درصد بزیم جمهوری نشون داده تا به حال که آنچه براش مهم نیست آسایش مردم ایرانه، رفاه مردم ایرانه و بهبود زندگیشون، بهتر شدن زندگی مردم ایرانه و فقط اهداف مذهبی که داره تعقیب میکنه و منابع ایران رو سرانا خرج میکنه. بله، این وضعی که از نظر درباره ایران وجود داره و تضعیف شدن موقعیتش در عراق یک خبر خوب نسبتا خوشی کامرس در اطمان میدونیم که در افغانستان خب در دورانی که امریکا در اونجا بود و جمهوری افغانستان یک رژیم سکولار بود برای 20 سال هم دوام آورد، در اون 20 سال یکی از کارهایی که رژیم میکرد بیشتر این بود که خانم‌ها رو وارد شغل فراوانی بهشون میداد در تمام تأسیسات دولتی مثل ارتش یا دادگاه ها و تمام سیستمی که دولت داشت خانم ها وجود داشتن توش، و اینجور که گزارش میشه در اینجا شماره های دقیقش من نمیتونم ببینم الان، برای رقب قابل مثل 6500 فقط نفر در ارتش عراق از خانم ها کار میکردن
و در حال حاضر به شدت زیر فشار هستن. اینجوری گزارش میشه طالبان میخواد این خانواده رو پیداشون بکنه و معمولا به زندان میندازه یا اعدامشون میکنه. دیگه اینا هم اصولا همشون مخفی هستن، فراری هستن و در خانه های خودشون زندگی نمی کنن و چون میرن در خونه شون و خب مداره تو اسناد همه وجود داره که در دولت بده به دستشون افتاده و در تحریم این تعداد خانم هایی هستن که در دولت و ارتش کار میکردن و میخوان دستگیریشون کنن و محدودیت های قابل مراجعه براش ایجاد بکنن، چون در صورت این نسلی از مردم افغانستان که در آزادی در 20 سال رو داشتن و تونستن و به ویژه خانم ها تونستن در دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه ها تحصیل بکنن و از اون لیاقتش خودشون نشون بدن در اینکه هیچ تفاوتی با مردان ندارن و در بعضی موارد خیلی از بهتر از مردان میتونن موفق باشن، این آدم هایی نیستن که تغییر بکنن، این آدم هایی نیستن یعنی مثل قبلی بشون بتونی تو سرشون بزنی و ساکتشون بکنی و به حقوق اجتماعی و طبیعی خودشون آگاه هن. و این از این که رژیم طالبان میخواد سرکوب بکنه تمام حقوق اجتماعی و سیاسیشون و اقتصادیشون اجز کار بهشون نمیده و کار کردن رو براشون سخت کرده، تحصیل کردن رو ممنوع کرده براشون، از کلاس ششم فقط در دوران ابتدایی میتونن تحصیل بکنن. این نسلی که در این 20 سال بزرگ شده و تجربه کرده آزادی و داشتن امکان فعالیت که دوست دارن انجام بدن با یه رژیم طرف بودن که براشون احترام قائل بوده، حقوقشون حقوق مساوی بهشون میداره با مردا، این نسل نیست که این دوران درخشانی که افغانستان داشت فراموش کنه و طالبان هم از این نسل وحشت داره که در نهایت این نسل هستی طالبان رو سرنگون خواهد کرد. و همونش که در ایران ما مشاهده کردیم که جمهوری اسلامی با تمام فشاری که در این 42 سال وارد کرده مردم ایران که به اون سکولاریزم و غیر مذهبی بودن و در اجتماع از بین ببره، میدونیم که شکست خورده، موفق نشده به نسل جوان به شدت مخالفش. چنین وضعی هم در افغانستان وجود داره، برای خب رژیم افغانستان و رژیم جمهوری اسلامی رژیم های فاشیستی هستن و از هیچ پایمال کردن حقوق مردم هست هیچ کدومش کوتاهی نمی کنن. به ویژه در افغانستان در حال حاضر، خب در ایران هرچی هم مذهبی بودن بویی از انسانیت بردن یه مقدار کمی اندکی، صرف نظر از اون رهبراشون که اصولاً جز خونخواهی کاری دیگه‌ای نمیتونن بکنن، ولی در افغانستان از این هم بدتره و اصولاً تنها لیاقتی که طالبان دارن جنگ کردن و کشتن و کشته شدنه، یعنی لیاقت دیگه در زندگی ندارن و سرکوب جامعه و اختناق و دیکتاتوری ایجاد کردن و فقر و بدبختی ایجاد کردن، هیچ استعداد دیگه ای ندارن در زندگی. و این البته جای تأسفه، ولی خب واقعیت اینه که هرچی جامعه به سلام متمدن‌تر میشه و بیشتر کمال پیدا میکنه فراموش میکنه که باید از خودش دفاع بکنه. البته من به خاطر میارم که قبل از انقلاب 57 در ایران همیشه به رژیم پهلوی ها ایراد میرفتن، مخصوصا کمونیست ها، چقدر پول واسه اسلحه خرج میکنه، چه از نظر نظامی از ایران اینقدر پول خرج میکنه و چه قصدی داره که این پولا رو حرام میکنه میده به خارج ها که اسلحه بخره و غیره. ولی واقعیت اینه که هر رژیمی برفرزن رژیم دموکراسی احتیاج داره از خودش دفاع بکنه و از نظامی، وگرنه یک رژیم یک گروه خیلی عقب افتاده اجتماعی و سیاسی مثل طالبان میتونه رژیم سرنگونش کنه. اگر از نظر نظامی خیلی انسجام و
توانایی کافی نداشته باشی از خود دفاع بکنی. و این خیلی مهم، البته ما می‌دونیم در امریکا بزرگترین بودجه نظامی رو در دنیا داره و به این موضوع آگاهه که این امریکایی که سرپا واستاده و آزادی داره در تمام دنیا دفاع میکنه ازش، که البته خیلی از ایرانی ها معتقدن که اینجور نیست. اگه این دنیایی که ما در حال حاضر زندگی میکنیم دنیاییه که از نظر امنیت متکی به امریکاست به طور کلی. اگر امریکا به هر ترتیب بره کنار از صحنه سیاسی جهانی، یا با روسیه طرف هستیم یا با چین کمونیست طرف هستیم در حال حاضر. اروپایی ها و ژاپن و کره جنوبی اون ویژگی های نظامی خودشون رو به شدت از دست دادن که بتونن از خودشون دفاع بکنن یا مهره باشن در مقابل چین کمونیست و روسیه، روسیه پوتین. اینه که همیشه باید در نظر داشت که هرچی مهم نیستی چقدر کشور پیش رفته است، برای اون پیش رفته بودنش باید با همراه با قدرت نظامی باشه که بتونه از خودش دفاع بکنه. و یه قدرت نظامی رو نداشته باشه، افتاده‌ترین نیروی نظامی میتونه سرکوبش بکنه و اون جامعه رو تسخیر بکنه. البته ما ایرانی ها سابقه طولانی داریم از این تسخیرهایی که شده. حالا میخواست اعراب باشن، بعدش مغول ها باشن یا سلجوق ها باشن، ما هم تمام این سرزمین ایران بارها تسخیر شد طرف از طرف نیروهای خارجی که وارد شدن و همه چیز به هم ریختن در اونجا. برفرض وقتی مغول ها اصولا ایران رو گرفتن، چون زندگی که میشناختن زندگی ایلیاتی بود، شهرها ایران به شدت صدمه دید و کوچیک شد و شهرها رو تخریب میکردن تا حدود زیاد، چون درکی از شهر نداشتن که این شهر برکز تمدنه و منظوم درکی که داشتن از زندگی هم زندگی ایلیاتی و بیابانی بود. در اصلا صحبت طولانی شد در این مورد، ولی خب این واقعیت هایی هسته که باید توجه باشه بهش و دنیای آزادی وجود داره در حال حاضر. امریکا و اروپا و ژاپن و کره جنوبی و مقداری از کشورهای امریکای جنوبی هستن که تعدادشون ازش دفاع میکنن، ولی خب در بعضی مواقع احتیاج برای این آزادی جنگیدن احتیاج داره و معمولاً پای امریکا وسط میکشته میشه. هر وقت هم که امریکا میره کنار، میره رژیم خیلی بدی در اون کشوری که امریکا اومده بیرون ازش ایجاد شده. برفرض از عراق وقتی نیروهای امریکایی اومدن بیرون، داعش سر کلش پیدا شد که اصولاً بر تشکیلات جنایتکار خونخوار درجه یکی بود، چیز دیگه کار دیگه بلد نبود انجام بود. و دوباره تو امریکایی ها برگشتم. خب در حال حاضر هم اگه امریکایی از عراق بیان بیرون، عراق البته تا اونی موفق شده از ذر داخلی خودش رو سازمانبندی بکنه، یک تشکیلات سیاسی ایجاد بکنه که از خودش دفاع بکنه، نسبت به افغانستان خیلی موفق تر بوده، ولی خب در افغانستان موفق نشد و امریکا به هر ترتیب انتخابات شد و رئیس جمهوری انتخاب شد. رئیس جمهور تصمیمش این بود که ترک کنه افغانستان و این مصیبت بر سر افغانستان اومد. اصلا این وضعی که وجود داره و خانمایی در افغانستان هستن و تحصیل کرده هستن و به حقوق اجتماعی خودشون واقف هم، بعد از دست عوامل طالبان فرار بکنن و مخفی بشن. البته در هفته گذشته گزارش شد که دزموند توتو یک آرچیبیشاپ که در افریقای جنوبی بود و برای بلکه از بین بردن آپارتاید تبعیض نژادی در افریقا خیلی فعالیت میکرد، بلکه نلسون مندلا دستشون که شخصیت مذهبی هستن و فیلم هایی که ازشون نشون میدن و که جالب بود که ایشون آدم خیلی خوشحالی بودن، همیشه خیلی آدم مثبتی بودن، میخندیدن، میرقصیدن. من هم به ناخودآگاه یاد این مقامات مذهبی جمهوری اسلامی افتادم که همشون یک بخت و ناس هستن و همه اخمانی و
اهل در و دعوا و به هیچ وجه اهل شادی و خوشی و هیچ نشانی ازشون در اون دیده نمیشه. و از این با خمینی و قایستش بکنیم دزموند توتو رو که در افریقا جنوبی بودیم، شخصیت مذهبی خیلی دوست داشتنی بود، به طور کلی خیلی محبوب بود از طرف تمام کشورها، خیلی جایگاه زیادی بهش دادن، هر جا میرفت قدمش روی چشم بود. مقایسش بود با خمینی که اصولا همش حالت انمرغی داشت رفتارش و خیلی اخماری و بخت و لنس و این یک ناخودآگاه چنین تصویری جلوی چشم آدم میاد وقتی این اشخاص رو میبینه و با هم مقایسه میخواد بکنه که ما چه داشتیم و برفرض افریقای جنوبی چی داشته برای مبارزه برای آزادی، در ما چی داشتیم برای مبارزه برای دیکتاتوری. بله، البته که از مشکلات اساسی گلان وجود داره در امریکا و فکر میکنم تمام دنیا این آمیکرانه که یک متغیر دیگه ای از این کووید 19ه و در امکان خیلی حتی واگیر به شدت، خیلی واگیر بودنش خیلی بیشتره ولی اونقدر کشنده نیستش. در اصل خب مردم خیلی ها واکسناشون رو زدن و معمولا مریض میشن و مثل سرماخوردگی خیلی شدیده. در هر صورت خب عده زیادی بیمار میشن و از نمیتونن کار بکنن، ممکنه کسان دیگر بیمار بکنن، یک گرفتاری بزرگی در حال حاضر وجود داره. زمستون هم هستش، مردم معمولا نمیتونن همیشه در فضای آزاد باشن. به خاطر همین هم این داره به شدت گسترش پیدا میکنه. برفرض خیلی از خلبان ها مریض شدن، سطح ها شاید میگفتیم بازی بگاف هزار تا پرواز هاپا در امریکا مرغا شده، کنسل شده به خاطر اینکه پرسنل ندارن که کار بکنن. البته این مصیبتیه که همه دارن، مثلا رستوران هم شاید مشکلی دارن، کسی ندارن کار بکنن. این نیروی کمبود نیروی انسانی خیلی در حوزه رو اقتصاد امریکا تاثیر گذاشته. این مشکل روز در حال حاضر آمیکرون و اشکالایی که ایجاد کرده به خاطر مریضی‌ها که داره گسترش پیدا می‌کنه. البته نکته‌ای که هستش در حال حاضر بایدن رئیس جمهور آمریکا دیگه از دستور فدرال متوقف کرده و گفته که این بیماری آمیکرون باید در سطح استیت، در سطح ایالت ها به حل بشه و هر تصمیم میخوام بگیرم. این حرفی بود که ترامپ در اوائل این آمدن این بیماری اعلام کرد و هیچ دخالتی هم دستوری هم از نظر فدرال نداد. در خودشون داده از نظر فدرال دستور داده که باید مثلا همه کسی که دولت کار میکنن واکسن بزنن و یه ده استفام یا حاضر نیستن واکسن بزنن. ها به هر دلیلی اینجا به کشور آزادیه و تصمیم میرفن میگه بمیره، تصمیم خودش میخواد بمیره دیگه، نمیتونه دولت مجبورش کنه نه تو باید واکسن بزنی و نمیری. به انتخاب میکنن که واکسن نزنن، خب جونشون رو دست دادن خیلی به خاطر این موضوع. ولی در اصل آزادی انتخاب خیلی مسئله مهمیه. اعلام کرده که نه، من در سطح ایالت ها و استیت ها باید حل بشه مشکل بیماری آمیکرون و همینجور دولت بشه علاقه من نیست دوباره اقتصاد امریکا تعطیل بکنه به خاطر صدمه‌ای که پارسال خود به خاطر این کاری که کرد و دست کسورزی ها رو باز گذاشته که خودشون یه به هر تحتیلی است که مناسب میدونن برای حرفشون رفتار بکنن و حرفتای کسورزی تعطیل نشه، بیزینس ها تعطیل نشن، هر کارشون ادامه بدن. یه خوب حرکت مثبتی که گاورنرها و گردانندگان ایالت ها دارن انجام میدن و با اینکه بیماری خیلی واگیره ولی دولت زیاد دخالت نمی کنه و اجازه میده که کسورزی ها خودشون در ترتیبی که صلاح میتونن و مناسب میدونن کارشون انجام بدن.
از طرف دیگه خب ما می‌دونیم که این دو هفته قبل کریسمس گذشت، هفته پیش بود و سال نو هم که در این هفته هستش، مردم در این مورد خرید زیاد میکنن و خرید قابل ملاحظه‌ای کردن و خیلی برف از فروشگاه‌های بزرگ، فروشگاه‌های به اصطلاح برکن مورتار که به اصطلاح آجر و ملات آجر در امریکا، خب بعضشون خراب بود چون بیشتر در سال گذشته مردم همیشه بیشتر تو آنلاین خرید میکردن، ولی خب امسال خیلی دوست دارن برن تو فروشگاه ها خرید بکنن و به همین علت شاپینگ سنتر هایی که وجود داره خیلی شلوغ‌تر نسبت به سال گذشته. خب یکی از جایی هم هست که امکان زیادی داره آدم این بیماری کووید بگیره، ولی در اصل فروش رفته بالا و نسبت به 2019 10.7% بالا رفته. البته بسکی داره کی صحبت بکنه، در اینجا گزارشیه که مسترکارد داره. مسترکارد خب بیزینس کاردهایی که استفاده میکنن برای خرید کردن از اون بلافاصله آمارگیری میکنن و البته یه مقدار از علت این که فروش بالا رفته اینه که همه چیز گرونتره نسبت به پارسال 2019 بمیشه، به شدت همه چیز گرون شده، تورم نزدیک 7% و خیلی صدمه زده به فقیرترین بخش جامعه. ولی خب به طور کلی فروش قابل ملاحظه‌ای فروشگاه داشتن و اقتصاد خوب داره میچرخه. یکی از علتاش اینه که خب مردم پولاشون حقوقاشون رو گرفتن، یه پولایی هم که دولت مجانی بهشون داده و در اصل از نظر پول نقد داشتن مشکلی ندارن، فقط یه جای ریگیر میخوان بیارن پولا رو خرج کنن. خب جامعه امریکا ما می‌بینیم که اقتصاد امریکا، پیش از این هم صحبت شده 70% اقتصاد امریکا متکی مردم خودشه، خرید میکنن و این خرید باعث میشه که به چرخ صنایع امریکا بچرخه یا حتی چرخ صنایع دنیا بچرخه. مثلا بنگلادش لباس صادر میکنن به چین کمونیست، بیشتر صادراتش به امریکاست. از این نظر امریکا هم همیشه کسب موازنه بازار صادرات و صادرات داره، همیشه بیشتر وارد میکنه تا صادر میکنه. خب همینا برمیگرد به سطح زندگی مردم. البته بازم برمیگردیم به ایران و ذهنیت که در اون موقع در ایران بود پیش از انقلاب 57 که همیشه به ویژه کمونیست ها تبلیغ میکردن که این جامعه مصرفیه. جامعه مصرفیه چون مردم میخوان سطح زندگیشون، جامعه مصرفی یعنی بهتر، مردم سطح زندگی بهتری دارن و وقتی هرچی بیشتر مصرف کنن آسایش بیشتری دارن، وسایلی که میخرن. ولی خب همیشه این تعبیرهای میشد در اونجا و هیچ کسی هم در مقابلش جلوش در نمیومد حرف بزنه، چون ما این مشکل اساسی که در رژیم محمد رضا شاه داشتیم به ویژه بعد از سال 42، این دیکتاتوری قالبی بود که محمد رضا ایجاد کرده بود و بیشترش هم در حق طرفداراش و کسانی بود که میتونستن بهش کمک بکنن. برای دشمناش که خب ضعیفیت‌ها خودشون میکردن، حرفای مفت خودشون هم میزدن و در نهایت هم دیدیم که قالب شدن. و این محدودیت های اطلاعاتی به ویژه مطبوعات و رسانه ها آزاد نبودن که اگه حرفی زده میشه کسی دیگه بیاد جوابش بده و کسانی که میخوان دفاع کنن از رژیم بتونن آزادانه دفاع بکنن و نمیتونستن چنین کاری بکنن. برفرض در وقتی سینما یک سابادان آتیش گرفته بود و شهربانی آزاد آبادان اونجور که گزارش میده رئیس شهربانیش تمام مسئولینش رو مشخص کرده بود و گرفته بود، ولی از مرکز به شاه اجازه نمیداد که اینا بیان این اطلاعات در اختیار مردم بذارن که چی کسی باعث این آتش سوزی شده. و به خاطر همین هم خب مخالفات تبلیغشون میکردن، میدادن به میداختن گردن رژیم و رژیم هم ساکت نشسته بود، میده بچه مؤدب و از خوش دفاع نمیشه، تمام اطلاعاتی هم داشت در اختیار مردم نمیشه. در حال حاضر همون رئیس شهربانی که در اون موقع میتونست حتی رژیمی نجات بده، الان در یوتیوب شما برید میبینید صحبتاشو میکنه و میگه که واقعا داستان
سینما آتش گرفتن سینما رکس چی بوده، چه کسانی مسئول هستن، اسامیشون میده دقیقا و تمام داستان به طور کامل روشن میشه و چه فعالیت زیادی معمولان شهربانی آبادان کردن برای خاموش کردن این آتش و چه مشکلاتی داشتن. در طب این من یه مقاله طولانی هم به صورت نوشتاری دارم در سایت خودم، در فیسبوک هم که میتونم دوستان ببینن خواستن. مزون محدودیت هایی که در رژیم شاه بود و آزادی بیان نبود و روزنامه ها نمیتونستن به طور آزادانه بنویسن هر چیزی، مشکلات جامعه رو و این درگیری های لفظی رو اجازه نمیدادن بشه، باعث شد که اون بس پیش بیاد. برفرض در مورد اقتصاد ایران در دوران اگه آزادی بیان بود خیلی حاضر بود ازش دفاع بکنن، ولی خب آزادی بیان نبود، به خاطر یه دی انتقاد میکردن. خب اونایی که میخواستن انتقاد بکنن بعدش اون درصد میگفتن، ولی اونایی که میخواستن ازش دفاع بکنن نمیتونستن حرفی بزنن و به خاطر همین هم بیشتر یه طرف قضیه شنیده میشد، دو طرف قضیه شنیده نمیشد. و به صلاح آدم هایی که بهتر میتونستن دفاع کنن از نظر اقتصادی از سیستمی که وجود داشت اصولا محدود شده بودن. یکی از صدمات بزرگ آزادی بیانه، نبودن آزادی بیانه. برفض در امریکا میتونیم که خب فاکس نیوز هستش که اصولا 100% در جهت مخالف ABC، NBC، CBS، CNN صحبت میکنه و خب هر طرف حرفشون میزنن و مردم هم تصمیم میگن که به حرف کنشون گوش کنن. آزادی بیانه که فرس امنت یکی از اون ویژگی های درخشان دموکراسی امریکاست. در صورت این از در رابطه با اقتصاد خوبی که در حال حاضر وجود داره، چون مردم پول زیادی دارن و میخوان خرجش بکنن و خیلی هم مثلا میخوان بفروشن، ولی خب میدونیم که کمبود کالا وجود داره. برفض من شنیدم که میگن خیلی خب بعد روز کریسمس میرم کالاشون پس میدن، چون به دردشون نمیخورد هدیه گرفتن، هدیه نبوده که دوست داشته باشن، میان اینا رو پس میدن. ولی خب فروشگاه بلافاصله اینا رو میذاره تو مغازه خودش و شروع میکنه به یه نفر دیگه میفروشه، هیچ مسئله ای نداره. این به طور کلی مشاهده میشه که از این نظر وضع اقتصادی امریکا خیلی خوبه. البته یکی از مسئله که هستش در تمام دنیا وجود داره این مسئله بازنشستگی. خب مردم کار میکنن، زحمت میکشن و تا وقتی از در بدنی خب سالم هستن، جوان هستن، توانایی دارن کار بکنن، میتونن پول خود بسازن، ولی مسئله اینجاست وقتی که سنشون بالا میره و نمیتونن اونجور کار بکنن و مثلا نمیتونن کار بکنن، اگه پسندازی داشته باشن یک سیستم بازنشستگی در کشور وجود داشته باشه که بتونه مردم بتونن زندگیشون رو تامین کنن. در واقع میتونیم سوشال سکیوریتی در امریکا هستش و صرف نظر این شرکت های امریکایی همه خودشون یک برنامه بازنشستگی دارن، شرکت های بزرگ امریکایی. و من برخورد کنم با این البته مسئله که هستش AT&T خب یه شرکت بزرگ ارتباطاتی مخابراتی در امریکا که کسی نیست نشناستش. این شرکت در حدود 200,000 کارمند داره در حال حاضر و 500,000 نفر بازنشسته داره، ولی مسئله اینجا بوده که قرار بوده بازنشسته ها 63,000 دلار پول بده، ولی چون وضع اقتصادیش خوب نیست AT&T مثلاً سهامش هم خیلی پایین رفته ارزشش، بخاطر که نمیتونه رقابت کنه با این شرکت های جوانتر و خیلی موثرتر، این که تبدیلش کرده به مثل که چیزی مثل 15,000 دلار در عنوان بازنشستگی به کارمندایی که داره، چون خب رقم قابل ملاحظه 500,000 دلار، ولی اشکالی که به مدیران اجراییش بازنشستگی اونا خیلی بالاست و دست هم نخورده. اینجوری گزارش میشه 3.6
میلیون دلار بازنشستگی میگیرن مدیران اجراییش. البته دعوای بزرگی شروع شده بین اینا در حال حاضر، بعضیشون اتحادیه دارن و میتونن با طریق اتحادیه با شرکت درگیر بشن، ولی وقتی شرکت هم پول نداره پول نداره و همیشه معمولا این شرکت ها از حتی وقتی دارن ورشکست نمیشن میبینید مدیران اجراییشون یه پول خوبی برمیدارن میرن صرف از هر که سهام داره همه سهامشون بیارزش میشه، ولی مدیران اجرایی نمیدونم این مسئولیت خاصی دارن چون بالاخره همه کار هستن ریش و قیچی دست خودشونه. در اصلا این مشکلی که از بازنشستگی برای کسانی که برای ایتیانتی کار میکردن وجود داره، ولی خب معمولا بازنشستگی خوبی دارن شرکت های امریکایی صرف نظر خیلی بهتر شرکت های دولتی هستن. البته صحبت شد پیش از اینم که شیلی یکی از بهترین سیستم های بازنشستگی داره در نظر بازنشستگی، ولی خب البته رژیم کمونیستی سر کار اومده و میخواد اون سیستم به هم بریزه. باید ببینیم چی میشه در اینجا. ولی از طرف دیگه خب اینجور که گزارش میشه اصولا کسانی که مثلا وایت کالر ورکرز ها دارم این که تو ادارات کار میکنم بخواییم بگیم حقوقای خیلی خوبی میگیرم و حقوقشون هم خیلی خوب افزایش پیدا کرده که به راحتی جبران میکنه تورم و رقم هایی هم که گفته میشه خیلی اپتا به درصد میگن 4.6% 4.6% افزایش پیدا کرده حقوقاشون. به طور کلی خیلی راضی هستن. منم میشناسم کسایی که میشناسم توی کارهای اداری هستن و توی شرکت هایی که شرکت های تکنولوژی کار میکنن معمولا حقوقای خوبی میگیرن توش و از این نظر تورم که 7% وجود داره براشون مسئله نیست زیاد. بله. این بیماری کرونا که در حال افزایش پیدا کرده، هرچند که اقتصاد امریکا بازه و بسته نشده، ولی انتظاری که میرفت قبل از اینکه این متغیر جدید کرونا 19 امیکرون سرکلش پیدا شد از افریقای جنوبی پیش بینی می‌کردن که مثلا رشد اقتصادی امریکا خیلی 4% 5% باشه، ولی در حال حاضر به خاطر این افزایش این بیماری انتظارشون آوردن پایین‌تر و چیزی نزدیک 2-3% انتظار دارن که تولید خالص ملی بالا بره. تا وقتی که بیماری کرونا این وریانتش هم به هر ترتیبی کنترل بشه یا فصل عوض بشه که مردم مجبور نباشن تو محیط های بسته با هم تماس بگیرن یا این اتفاقای سالیانه نیفته مثل سال نو یا کریسمس، معمولا خیلی دور هم جمع میشن و این بیماری یه مصری میتونه منتقل بشه. این روزا بگذره شاید دوباره کمتر بشه و بیشتر بتونن مردم کار بکنن و مجبور نباشن تو خونهشون بمونن، چون هر کی مریض میشه باید بمونه تو یه اتاقی و نمیتونه جای دیگه بره و تا نتونه دیگران نتونه این بیماری رو بگیرن و قرنطینه میشه و خب این وضع مشکلی که وجود داره و تا مشکل حل نشه دوباره انتظار نمی رفت، ولی خب یه حفظ متغیر جدیدش پیدا شد و به این ترتیب ما می‌بینیم که تولید ناخالص ملی تأثیر می‌ذاره روش به بلافاصله. البته بحث ایزی فهمید حتی ما نمی‌تونیم امروز
طبق معمول توی اون سایتی که قبلا من داشتم برم برای لطیه، و از اقتصادی مجبوریم که بریم به سایت یاهو و اون رو من به اشتراک میذارم تا ببینیم که من بتونم یه اشتراک بذارم چیزی رو. بله داریم بازار سوام در آخرین روزهای امسال داره چه اتفاقی میفته. حالتا همونجور مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 مثبت بیشتر از 5 پوینت، داو جونز منفیه، پیش از این مثبت بود. منحنیاش میتونیم ببینیم اینجا خیلی ریزه، دیدنش سخته. نزدک هم مثبت بیشتر از 83 پوینت. حالت راسل 2000 که مشاهده میکنید در اینجا یک ملاک دیگه ای که 22000 شرکت امریکاییه که شرکت بزرگی نباید باشن ضرورتاً، معمولا اون 500 تا شرکت S&P 500 هم معمولا جزوشون هستن. نکته جالبی که اینه که ارزش نفت داره میره بالا، الان رسیده به هر بشکه 76 دلار. به خاطر بیاریم پارسال این موقع زیر 25 دلار بود و اصولا مجانی کشته میخواستن یه جای خودشون خالی کنن نفتش. هیچ جایی نبود که نفت خالی کنن و در حال حاضر میبینیم که شده 76 دلار و شرکت های نفتی هم سهامشون نسبتا بالا رفته. همه من امکان ندارم که نشون بدم امروز. البته این یاهو سایت خوبیه که یاهو فایننس هر کی بخواد میتونه بره توش ببینه. طلا اندکی بالا رفته، 7 دلار بالا رفته، 1800 دلار در تقریبا طلا همیشه داره درجا میزنه. قیمت نقره رو به ما میده در اینجا. البته یورو، ارزش یورو نسبت به دلار که 1.1312 این مقدار بیشتر از یه دلار ارزش داره یورو. این قیمت به اصطلاح بهره بانکی 10 ساله است که معمولا بیشتر شرکت‌ها 10 ساله لون میگیرن یا لون میدن به شرکت‌ها، 30 ساله به ندرت براشون بدن، 30 ساله بیشتر برای مسکن میدن لون، وام 30 ساله برای مسکن، ولی برای شرکت‌ها قرضی که بهشون میدن برای افراد ساختمان‌های تجارتی بیشتر 10 سال نیستش و یکی از ملاک‌های مهم وام دادن که پول نقدی که وجود داره من میتونم وام بدم. به این ترتیب بیت کوین 47000 دلار در حال حاضر، امروز 24 دلار بالا رفته، ولی خب میگیم تا 56000 دلار هم بیت کوین رفته بود و به شدت پایین اومده نسبت به اون موقع در سال قابل ملاحظه. این وضعیتیه که بازار سهام در حال حاضر داره. البته اینجا اطلاعات زیادی هست اگه بخواد کسی بخونه، خودش سایت یاهو، اگه بریم یاهو فایننس اطلاعات زیادی در اقتصادی میده. و البته اینجا یه مقدار در حال شرکت هایی که یک اتفاق جدیدی براشون افتاده و ارزش سهامشون به شدت بالا یا پایین رفته، تا اپل بالای 3 تریلیون دلار شده ارزش کمپانیش و چیز خیلی شگفت آوریه و پیش بینی میشه از اینم بیشتر بره بالا. حالا نمیدونم سال دیگه میخواد 4 تریلیون دلار بشه، 4 تی بشه، ولی در اصل AMD شرکتی اونم سهامش خیلی خوب بالا رفته. AMD فورد وضع خوبی داره، شرکتش الان 20 دلار و 67 سنت در اوایل سال نصف این بود و من به خاطرم حتی زیر 7 دلار هم بود یه زمانی، ولی فورد به خاطر اینکه ماشین های برقیش بگیه توی ها میگن باری، در اینجا میگن تراک، ماشین های باری که در ایران بهش میگفتم معمولا برقش داره میسازه، F-150 که خیلی تراک خیلی قشنگ خوبیه، همه تو نوبت واسدن که بخرنش قبل از که بیاد بیرون از تو کارخونه، هر روز مثل بیرون نیمده چیه
تولیدش نداشته تا حالا. در صورت این اطلاعاتی هست که تو اینجا وجود داره، تو یاهو فایننس هستش. بله مسئله دیگه که وجود داره در آرزاد، مشکلی که وجود داره احتمال جنگی بشه، اما که پیش از این هم صحبت شد، مسئله نیروهای نظامیه که روسیه در مرز اوکراین انباشته که چیزی بیشتر از 10,000 سرباز هم و تانک و توپ و غیره هستن که میخواد اشغالش بکنه. البته اوکراین یک کشور مستقلی بوده در قرن 18 هم، ولی در اوایل قرن 18 هم مثل که 1704 اینجور که من دیدم اصلا سوئد بوده، سوئدی ها مثل که اونجا بودن، شکست خورده از روسیه و از اون موقع شد بخشی از روسیه شده. البته این جدال استقلال اوکراینی خودشون روس نمیدونن، یا ما اوکراینی هستیم، ولی روسیه طبق مسائل تاریخی که وجود داره، تاریخی که وجود داره و میگه اوکراین باید بخشی از ما روسیه باشه و بخشی از روسیه است. در اصل ما میدونیم که اوکراین در حال مستقله در هر صورت. از سال هزار در سی اواخر 1995 بود اون موقع بود، من دقیقا به خاطر نمیارم که مستقل شد. دولتی که طرفدار روسیه بود مردم انقلابی شد در اونجا و سرنگونش کردن. ولی روسیه خب بحث اساسی، صحبت اساسی در اینجا که اوکراین میخواد بخشی از دنیای آزاد باشه و بخشی از پیمان ناتو باشه و از نظر نظامی خودشو وابسته پیمان ناتو بکنه که اهمیت خودش تضمین بکنه. برای روسیه معتقده نباید جز پیمان ناتو باشه و پیمان ناتو هم نباید وارد اوکراین بشه. خب به خاطر همین نیروهای نظامی شما مورد رو تون میدونیم که جزیره‌ای هم که اوکراین داشت گرفته، بخش از اوکراین هم در حال حاضر اشغال شده طرفدارای روسیه، ولی بازم میخواد تمام کشور بگیره. البته نظامی هم خیلی نیرومنده و اوکراین نمیتونه جلوش بایسته. البته صحبتش این بود که دولت امریکا یه مقدار اسلحه‌ای که ساخته بود و خریده بود برای افغانستان، مثل هلیکوپتر و چیزای دیگه، اوکراینی هم میگن این وسایل نظامی که داریم بدیم به ما، حالا چرا افغانستانی که در کار نیستش طالبان نمیخواییم بدینش به ما. حتی نمیدونم روش نرسیده که واقعا چیزی از این دسته هایی که داره داده بهش یا نداده. ولی مسئله اینجاست که تنها دورانی که اوکراین تونست اصلی از امریکا بگیره در دوران ترامپ بود که همگو اخصام اصلاها رو بهشون داد، ولی در آرزه ما نشنفتم که جو بایدن به جمهور امریکا صحبتی بکنه در حالی که میخواد اسلحه بیشتری به اوکراین بده، میتونه از خودش دفاع بکنه. تو اوکراین هم از داره نظامی اسلحه های خوبی میسازه، خودش هم خیلی هم داشته، ولی خب به طور کلی متکی به کمک های غربه و اون انرژی کاری که باید باشه یه ملت داشته باشه و تون خودش مستقلا سرپا واسته ظاهرا نداره، یعنی رژیم نداره. و این مشکلی که هستش در گویا امروز میخوام بازم با هم صحبت کنم، وقتی یه بار صحبت کردن بایدن با پوتین و امروز هم گزارش شد که میخوان دوباره با هم صحبت بکنن و به این ترتیب جلو جنگ خونریزی بگیرن. حالا به چه ترتیب این مسئله حل خواهد شد، در اصل تهدید روسیه هستش. تا وقتی نیروهای نظامی در اونجا هستش این تهدید وجود داره و بعد بعضی موقع صرف از صحبت صلح میکنه، ولی یکی دو تا لشکر دیگه اضافه میکنه به این سربازا که در مرزن، بعضی موقع برمیداره میبره، داره یک بازی با دنیا آزاد میکنه در هر صورت. به این ترتیب در اوکراین بعد این چه خواهد شد؟
البته S&P 500 که صحبتش 500 شرکت بزرگی امریکایی الان در بیشترین رکوردشه، بالاترین رقمشه، در حال حاضر 4725. البته در آن وقتی نگاه کردیم بزرگ دوباره من نگاه 4800 در حال حاضر S&P 500 میفرم من نگاه بکنم اشتباه نکنم میشه نگاهش کرد بر 4800 بود ولی الان در حال به 4799 و 22 پوینت 22 یه پوینت رفته پایین نشد درصد خیلی بالاترین رقمیه که داشته داره و خیلی افزایش قابل ملاحظه داشته S&P 500 شرکت هایی توش هستن. خب یه ملاکیه که برفرض اگه کسی میخواد یه سهامی رو بخره نگاه میکنه که این شرکت تو S&P 500 هست یا نیست. شرکت هایی هم گارانتی هم که معمولا نه از بین میرن نه سهامشون ممکنه یه دفعه از بیارتش بشه، در ضمن دیویدند هم یا سود سهام هم میدن. به خاطر همین که ملاک خیلی مستحکم نیه، ولی اگه اون راسل 2000 شما به سهام توش بخرید 2000 شرکت بزرگ امریکایی هستن، خیلی احتمال داره بعضی از اون شرکت ها ورشکست بشن و ارزش سهامشون بره خیلی پایین. حتی این شرکت هایی که شروع میکنن از روش سامانشون خیلی پایین رفتن در نهایت برعکس کمتر میکنن سامانشون، یعنی برفض میگه هر 10 تا سامان و یه سهمه یا هر 100 تا شرکه در یه موردی هر 300 تا شرکه میکردن، به این ترتیب میارن بالا و قیمت سهامی بالاتر تعداد سهام شرکت کم میشه. تو معکوس این هم امکان پذیره وقتی قیمت سه شرکت سهامش خیلی میره بالا مثل اپل به 4 تا تقسیمش میکنه و میاد پایین تر، به این ترتیب تعداد سهامش زیادتر میشه. برفرض الان سهام های امازون بالای 3400 دلار، خب خیلی رقم بالایی است، کسی بخواد شاید بعد میان یک فرکشنش رو میخورن، یک بخشش رو میخورن، میان یک پنجم مثلا یک سهام چیز رو میخورن مال امازون رو چون قیمتش خیلی بالاست. درصد ما همینجا بیشتر صحبتی ما میکنیم بیشتر در روی اقتصاد که امریکا هستش بیشتر برمیگرده ماشین پولسازی که در امریکا وجود داره، ماشین ثروتی که تولید میشه در امریکا، این شرکت های کوچیکی هستن که وارد بازار سهام میشن و وقتی وارد بازار سهام شدن معمولا بنیانگذاراشون بلافاصله میلیاردر میشن یا میلیونر میشن حداقل، و چرچه هایم که سهام میشه دارن خب وقتی افزایش پیدا بکنه پول قابلی میسازن. این ارقامی هست در اینجا که چقدر این شرکت هایی که استارتاپ هستن تازه میخوان شروع کنن مردم چقدر دوست دارن پولاشون رو تو اونجا بذارن، چون این امید هستش که این وقتی پول میذارن تو این شرکت یه دفعه سهام که برفرض یه دلار بشه 100 دلار، خب 100 برابر بشه پول هر کسی، خیلی علاقه هم که پولی 100 برابر بشه. حتی مردم تصور نمی کنم که بذارید من ببینم من الان باید من خودم نمیرم اون نمیرم تو تفره تصویرم هستش و نیستش. بگذاریم
مسئله اینجاست که این پولی که مردم میذارن توی شرکت هایی که در حال تولید کردن یک کالایی هستن یا تکنولوژی هستن که خیلی روش حساب میشه، چرا این صرف شده؟ باید باشه در حسود بر این صحبتی که هستش که چقدر پول در این شرکت هایی که استارتاپ هستن تازه شروع به کار کردن، مردم امریکا پول میذارن، شبت مردم امریکا نیستن، در تمام دنیا چنین کار انجام میدن، کسایی که میخوان عربستان سعودی برفض خیلی پول میذاره، شرکت های تازه تأسیس شده یا حتی تمام شرکت میخره. از این نظر شیخ نشین های خلیج فارس هم خیلی هوشمندانه رفتار میکنن و یک سرمایه قابل ملاحظه‌ای در خارج دارن. اینجور که گزارش میشه برفض در سال 2020 خیلی کمترین مقدار پول گذاشتن توش، ولی در 21 تا نزدیک 35 بیلیون دلار هفته هر سه ماه رو در اینجا نشون میده که پولی گذاشته میشه توی شرکت های کوچیک. و در اینجا در اوایل 21 شاید کوارتر دوم یا سومش شاید هر ماهش باشه در اینجا بر هر ماه حتی اکثر 35 بیلیون دلار در یک ماه پول در این شرکت های کوچیک گذاشتن که بتونن وقتی که وارد باز سهام میشن سود قابل ملاحظه‌ای بسازن توش. و یک ماشین ثروت ساختنیه که در این چند سال گذشته من تعریفش میکنم، میبینم که واقعا ثروتی که تولید شده باور کردنی نیست. اصولا برفض اپل که قبلا شاید پارسال پیارسه بیش چمتر یک تریلیون ارزش داشت، وقتی 3 تریلیون ارزشه، خب کسانی که سهام این شرکت دارن 3 تریلیون رو، اینا همه به این ترتیب یه ثروت قابل مراجعه دارن و هم تنها به خاطر که این سهام ها رو دارن. و این شرکت ها هم خیلی هاشون سهام های خودشون میخرن. برفرض اپل به این نتیجه رسیده که بهترین سرمایه گذاری که بره سهام خودشه بخره تا اینکه بره مثلا یه شرکت دیگه ای رو بخره. و این ماشین ساختن ثروتی که در امریکا وجود داره به طور کلی. بله. مسئله دیگه که هستش در مورد چین کمونیست ما در اینجا همیشه صحبت میشه در اینجا برنامه و ایالت کاشغر که در حال حاضر زینجیانگ بهش اسم چینیش هستش، متهمه که در اونجا چین کمونیست از کارگرایی که به شکل برده هستن استفاده میکنه، از اسلیو ورکرز استفاده میکنه و کالاهایی رو میسازه. حتی قانونی که در امریکا گذشته شرکت های امریکایی نمیتونن کالاهایی که در زینجیان به توسط اسلیو لیبر یا کارگرهای برده ساخته شده وارد امریکا بکنن. خب در این مورد والمارت یک اعلامیه ای داده که نباید این کالاها رو وارد بکنه از اونجا. والمارت در چین کمونیست هم فروشگاه داره، والمارت بزرگترین شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در امریکا
در تیلیکومیس هم داره چنین فروشگاهی رو. وقتی که این شرکت چیز اعلام میکنن چنین مسئله ای رو، رژیم چین کمونیست بهش برمیخوره و شروع میکنه اعتراض کردن و مجبور میکنه که این شرکت که این حرف زده معذرت بخواد یا عذرخواهی بکنه یا اینکه پس بگیره حرفش. البته در این مورد یه شرکت دیگه ای امریکایی اینتل که چیپ سازی میکنه اونم با این مسئله روبرو شد و بعدش عذرخواهی کرد. ولی خب این چینی کمونیست در این کار انجام میده واقعا اقلیت مذهبی مسلمان ها در کاشغر در اردوهای کار اجباری نگه داشته و اصولا عکسایی که هست برف از مسجدهایی که اونجا وجوده تمام مناره هاشون قطع شده، بریدنش مناره ها رو. خب در اینجا دنیای آزاده و این بحث ها هستش و این اتهام ها زده میشه، اتهام بهش زده شده که نسل کشی داره میکنه در کاشغر، ولی چینی کمونیست خب مدعیه که این کار انجام نمیده و اصلا این جدالیه که وجود داره و این چینی کمونیست صحبتش اینه که من جوری تروریسم دارم میگیرم در کاشغر یا زینجیانگ. ولی از طرف دیگه خب تولیدات محصولات مثلا پنبه در اونجا زیاد تولید میشه که وارد کردنش ممنوع کرده امریکا. و همینطور در یک هنرمندی بوده در ایتالیا که نقاشی هایی میکرده و قبل تصویر هایی میکشیده که رژیم چینی کمونیست خوشش نمیومده و یک نمایشگاهی گذاشته بوده که سفیر چینی کمونیست اعتراض کرده گفته این نمایشگاه باید بسته بشه، دولت ایران گفته نه ما نمیبندیمش و در اساس نمایشگاه برپا مونده سر کار. مسئله اینجاست که این درگیری وجود داره با چینی کمونیست انواع مختلف به خاطر این رژیم دیکتاتوریه و در حال حاضر هم به شدت داره میره به طرف دیکتاتور بودن بیشتر و مقدار زیادی هم صدمه زده به شرکت های تکنولوژی خودش، ارزششون به شدت پایین رفته به خاطر هم سیاست که در پیش گرفته. جی زی پینگ دبیر اول حزب کمونیست چین، ولی خب این وضعی که هستش و کارش هم نمیشه کرد. از این نظر این بعضی که وجود داره. باید مسئله خیلی دیگه هم که وجود داره در حال حاضر خب ما بیاریم که کمبود کالا وجود داره، مواد اولیه کالا هم همه چیز کمه در حال حاضر، کمبود وجود داره. علت اساسیش هم اینه که حمل و نقلشون با اشکال روبرو شده. برفض در امریکا هم میدونیم که برادر لس آنجلس و لانگ بیچ کشتی های زیادی در دریا موندن و هر وقت توی ارتفاعی میتونیم ببینیم کشتی ها رو که چرد نصیب سی چرد کشتی توی دریا هست منتظری بیا تخلیه کنه کارهاشو. و فرقی که کرده در حال حاضر این کانتینرهایی که وجود داره، باکس های بزرگ که وجود داره، جعبه های پولاری که وجود داره و کارها رو میذارن توش و هم دهم کنن، در حال حاضر خیلی گرون شده. کالایی که برفض بسیار کانتینری که نزدیک 4800 دلار بوده برای حمل نقلش از چین کمونیست به امریکا، طرف 29854 دلار بسش داده. مسئله اینجاست که چیزهایی که در چین کمونیست ساخته میشه ارزونتر ساخته میشه در اونجا، به خاطر همین در اونجا ساخته میشد و چون ارزون بود قیمت حمل و نقل یا ترابری میوردن امریکا میفروختن به استفاده میوردن، ولی به این ترتیبی که داره این قیمت رو به این شدت بالا میره برای منتقل کردن کالا از چین کمونیست از ویتنام به امریکا، بعد معمولا به نفع تولید کننده باشه در خود امریکا تولیدش بکنه دیگه، چون اگر گرون در میاد وارد کردنش و حمل نقل کردنش در اونجا بخش از خرجی که داره همین
هم رخ کردن کانوس گرونتر در میاد و شاید بهتر باشه در خود امریکا تولید بشه یا در جایی نزدیکتری در مکزیک تولید بشه تا برفض در چین کمیست تولید بشه و بیاد اینجا. و این تغییر شدید به سرا گرون شدن شدید حمل و نقل تأثیر قابل میذاره کجا این کالا تولید بشه. البته در مثلا در لس آنجلس همیشه میان صحبت میکنن که ما میخوایم این بنده رو دود تولید نکنه، محیط آلودگی ایجاد نکنه، به گرم شدن کره زمین کمک نکنه، و هی قرار مقررات سخت میذارن برای کامیونا یا تراک در جوش میان تراک، ولی خب در نتیجه اینو باعث میشه خیلی گرونتر و گرونتر بشه. هر وقت خبریش میاد که میخوان یه قانون جدیدی بذارن برای این کامیونا که محیط زیست آلوده نکنن، معنی اصلیش اینه که کالاهایی که میخواد وارد بشه گرونتر خواهد شد و کمتر تعداد کسانی هم که این حرفه رو میخوان انتخاب بکنن و انجام بدن خیلی کمتر خواهند شد. و این یکی از اون بخشای این معادله است. تنها نمیشه اصلا بگیم که ما این کامیونا رو بر فرض میگفتن که 2 سال بیشتر نباید کهنه باشن این کامیونایی که در بندر لس آنجلس کار میکنن. خب اگه هر شرکتی مجبور شه هر 2 سال کامیوناشو عوض بکنه، کامیون نو بخره، خب بهره‌دهیش خیلی کمتره و نمیتونه سودی ببره که بیاد این کار انجام بده. در خب هر کسی هر کاری انجام میده به خاطر سودش انجام میده، تمام خرج در رفته باید چیز دست خودش بمونه. و به این ترتیبی که این مقررات گذاشته میشه باعث میشه که انقدر گرون بشه که خیلی از این کسب و کار میان بیرون. البته یکی از علتهایی که میگن کامیون یا تراک کمه که بیاد کالاها رو ببره از بنادر لس آنجلس و لانگ بیچ اینه که در این دوران کرونایی که پیش اومد و خیلی ها نتونستن کار بکنن و همین مقررات زیاد شد، یه سری شرکت های کوچیک که یکی یا دوتا کامیون یا تراک داشتن اینا از کسب و کار رو ویل کردن و رفتن اصولن یه از این بیزینس اومدن بیرون. به خاطر همین که نیست به این تعدادی که ضروریه که بتونن این کالا رو زودتر تخلیه کنن و برن. و خب میدونیم که الان کم به کالا از هر کسی به هر شرکت که میبینیم از این موضوع شکل میکنیم که ندارم مواد اولیه یا کالایی که احتیاج داره. داره ازیف من در این آخر برنامه نگاهی بکنیم به من نمیتونم این ببینم که بعض این پیکچه تصویر چجوریه در حال حاضر. نه نمیدونم در حالی همینجور من صحبت ادامه میدم شاید همین چیز درست باشه. در حال حاضر به S&P 500 بیشتر پایین رفته، 4800 شده. هر طور میدونیم که رفته بالا رفتش، زیر 4800 بود، 3 پوینت بالاتر رفته و شده 4802 و این یه رکوردیه برای S&P 500. 500 شرکت بزرگ امریکاییه که در این گروه هستن. البته داو جونز که 30 شرکت بزرگ امریکاییه 36533 و چینج یه مقداری امروز مثبت بوده، بیشتر 47 پوینت و نزدک هم بیشتر از 92 پوینت مثبت بوده و بالای 15858. دست به طور کلی بازار سهام وضع خوبی داره. فکر میکنم فردا هم بازار سهام تعطیل باشه دیگه، دوشنبه باز میشه. معمولا مثل که شنبه سال نوه و در صورت یه روز چون سال نو افتاده به شنبه در صورت یه روز تعطیل میکنن. اون تعطیل خود قبلش انجام میدن چه جمعه از فردا بازار سهام بسته است. ولی من فکر میکنم وقتم تموم شده امروز. من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز با صدفت هستم.
امیدوارم که هفته خوشی در پیش داشته باشید و سال نو خوبی در پیش داشته باشید همینطور.